سلام به همگی خوش آمدید به یک ویدیو دیگه با من مشتبا حسینی در ویدیو برای شما چند تا خبرهای خوب مارکت و در آخر ویدیو چند تا خبر بد منفی خبرهایی که نگران کننده هسته خبر چی هسته اینکه یک کراش بزرگ یا این یک سقوط بزرگ است بیت کوین را شاهد خواهیم بودیم و همچنین دو تا خبر یکی درباره کاردانا و دوچ کوین برای شما صحبت کنم خیلی خوشحال میشم تحسین منو ویدیو را لایک کنین و اگر جدی هستید در کانال یوتیوب تا حالا کانال را سابسکرایب نکنین پیشنهاد میدیم برین پایین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. زنگوله ای که روی آل قرار بدین ویدیو رو تا آخرین دقیقه با ما همراهی کنیم بریم سراغ خبرها لحظه ای که ما ویدیو رو ریکورد مانم کل مارکت حدوداً 5 درصد ریزش داشتن بیت کوین روی 32000 دلار ترید میشه و اتریوم دیگه زیر 2000 دلار نه هستن و خب بریم سراغ خبرها خبرهای کاملا متفاوت در بازار وجود دارن یکی از کمپنی های مالی جهانی به نام آیمبر گروپ در حال حاضر قرار به اندازه یک, ب... یک بیلیون دلار کلا دارایشان روی بیت کوین هست و 100 میلیون دلار دیگرم هم روی بیت کوین اضافه کردن در همین ریزش حال حاضر پس ما شاهد هستیم و خبرهای فاندامنتال خیلی قوی داریم از سمت بیت کوین که سازمان ها و شخص های با پول های خیلی زیاد هر روزه وارد بیت کوین میشن بعد بانک مرکزی فرانسه با بانک سیبا یک کلا تست یا را اندازی دیجیتال کارانسی خودشان در بنامه مثلا پول دیجیتال خودشان را برای معاملات ارزهای دیجیتال سنترال بانک دیجیتال کارنسی که میشه همو پول دیجیتال بانک مرکزی را برای معاملات ارزهای دیجیتال با موفقیت را اندازی کردن و بعدش سوتی سوتی بیس سوتی بیس یک یعنی کمپنی حراج محصولات نسته که از بعد در محصول در فروش محصولاتشان بیت کوین یا دیگه ارزهای دیجیتال را یک کمپانی کاملا لاکچری در لاکچری هست دیگه محصولات لاکچری اینا را مفروشه بعدش خبر بعدی در حال حاضر نشان میده که کسانی استخراج کننده های بیت کوین در همین چند وقت گذشته علاقه خیلی کم به فروش بیت کوین داره به این معنی که از ماه مارچ امسال به این سو نشان میده که ماینر های بیت کوین اصلا علاقه نداره بیت کوین هاشان در صرافی ارزهای دیجیتال بفرسته خبر بعدی دیگه درباره یکی از بیلیونرها به نام استیو کوهان گفتم من کاملا آماده هستم که با یک یعنی با یک yeah. پول زیاد مثلا با یک پول زیاد وارد ارزهای دیجیتال شنم بیلیونر بیلیونر یا بیلیونر و همچنین بنیانگذار یک از کمپانی های به نام پوینت پوینت 72 که یک کمپانی در حال حاضر خودشان در یعنی حدودا 22.1 بیلیون دارایی داره و قراره با یک پولی خیلی زیاد وارد بیت کوین شده به خصوص در همین ریزش حال حاضر مارکت حتی گفته که ما تقریبا یک موقعیت خوب را بعدا یا قبلا از دست دادیم ولی نمیخوایم این موقعیت خوب بعدی دیگر را از دست بدیم پس ما و شما شاهد خبرهای خوب فاندامنتال بیت کوین هستیم بعدش یک تحلیلگر ارز دیجیتال مثلا پلان بی بیت کوین داره که در دا این قسمت گفته بیت کوین در سال 2021 میتونه در 450 هزار دلار برسه و بدترین سرانرویش این که کمترین یعنی پایین ترین قیمت ره که بیت کوین میتونه در و 135 هزار دلار هسته و 135 هزار دلار تقریبا گفته در ماه های اکتبر بیت کوین میتونه تدیس البته پلان بی هسته یعنی در پلان بی حتی پلان آیش هسته که بیت کوین میتونه 450 هزار دلار در ادامه یا در آخر 2021 تدیس بیاره پس البته این بر اساس خبرهای هم فاندامنتال هم تکنیکال دیگه یعنی شما تصور کنین که ما خب درسته در حال حاضر تقریبا داستان یا بازار ارزهای دیجیتال مثل قصه لیلی و مجنون شده اصلا دقیق مشخص نیه که چی خواهد شد بعد یک بیلیونر روسی به نام اولیک دیرپاسکا بانک های روسیه اسرار به این داره که وارد بیت کوین شدن و حتی گفتن که تر یک بیانی یاره اینجی گفته که همینجی بود درسته گفته کلا باید بانک ها مثلا خودشان را به یک نحوی وارد بیت کوین کنه و حتی از کشور خود روسیه خواسته یا یعنی اینکه گفته کشور روسیه باید بیت کوین را به عنوان به عنوان یک پرداخت در کشور بپذیره مثل دقیقا همون کاری را که کشور السلوادور انجام داده به که خب یک از سرسخت سرمایه, سرمایه های روسیه هستن اولیگ، دیرپاسکا دیر پاسکا این که واقعا بیت کوین یک کلا یک دارایی بزرگ هسته که تمام مردم باید ازش مستفید شونه پرتغال برای دو تا صرافی ارز دیجیتال گواینامه یا اجازه کار را دادن چی جوری مثلا اجازه کار این که بتنه این صرافی با ق... اینی قانونی برای مشتریانش و شهروندان یا شهروندان بگیم یا پرتغالیا ارائه معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگه رو بیده البته این خبر این تقریبا خبری تاییدش بعد از 29 سپتامبر سال 2020 داده شده از وقت تا حالا همه چیز تحت بررسی بودم و بریم سراغ کاردانا کاردانا یک معامله بزرگ در راه دارم چند وقت پیش که حدودا در ماهای مارچ ماهای آپریل بود که کاردانا یک شروع کاری یا قرارداد کاری را با کشور ایتوپیا را اندازی کرد که قراره به اندازه 5 میلیون دانشجو در کشور ایتوپیا از پلتفرم یا بلاکچین کاردانا استفاده کنند ولی این بار به نظر میرسه که اینا قراره یک قرارداد کاری یک معامله جدید را با کشور تانزانیا را اندازی کنند دقیقا همون نمونه ایتوپیا را که قرار را به اندازه یک میلیون استفاده کننده یا یک میلیون نفر از شبکه کاردانا استفاده کنند خبر بعدی دیگر درباره دوچ کوین دوش کوینی که تقریبا بیش از 70 درصد از بالاترین سقفش در حال حاضر ریزش کرده و مارکتش هم حدودا 70 بیلیون دلار ریزش کرده و همچنین درخواست از ایلون ماسک داره یا یک فرض مثال یک بیانی اعلان کرده که ایلون ماسک میتونی بیا یک کار انجام بدی برای دوش کوین به خصوص بعد از لایف اس ان شنبه در آمریکا که برگزار شد با یعنی با با حمایت کمپنی تسلا و اسپیس اکس در حال حاضر لحظه ای که تحلیل انجام دادن دوچ کوین روی 20 سن بوده و دوچ کوین حدود از بالاترین قیمت خودش 73 سن و حدودا 72 دلار دو ریزش داشته دیگه الان تا چند وقت گذشته نشان میده که ایران ماسک عکس عمل خاصی برای دوچ کوین انجام نمیدیه ولی چند وقت پیش من در یک ویدیو گفتم و بعضی در کامنت برای من نمیشتن که من در ویدیو گفتم که شایعه است که از اول جولای تسلا در فروش خودروهایش دو چکن نپذیره بعضی از من سوال کردن که آیا تو خودت چنین چیزی رو میگی پیش بینیم نیا و خبر وجود این فقط شایعه در شبکات اجتماعی هست بعد بانک چین دیشب در یک بیانیه اعلان ای کرد در یک توییتر البته ده سریع حذف کردن که از تمام یک از بانک های مرکزی یک از بانک های چین بودن که برای تمام مشتریانش پیام فرستادن که ارزهای دیجیتال تان را فرض مثال از بانک بکشین یعنی خروج کنین و اگر نه حساب کلا بسته میشه شات داون مشه. بعد او توییتر حدودا چند ساعت بعد دیگه حذف کردن پس یک اختاریه بودن و همچنین یعنی که میخوایم کار را انجام بدیم این یک از خبرهای بزرگ است که بیت کوین در حال حاضر ریزش کرده و فاد در شبکات اجتماعی وجود داره روبیوت کساکی نویسنده کتاب پدر پولدار پدر فقیر گفته آماده ای مثلا بزرگترین سقوط بیت کوین در تاریخ باشین اینکه فرض مثال اینجا گفته باینگ مور گولد اند سیلور اینکه طلا و نقره بیشتر خرید کنین و اینکه بیت کوین ریزش کنه از سقوط کنه تا هزار دلار گفته بهترین تایمی هسته یا بهترین وقتی هسته که بدنی زندگی مالی خوره بهتر کنی چی معنی اینکه برای کسانی که واقعا بخواین از این بازار مالی پول دست بیارن بعضیا یک جورایی یک جورایی پیش بینی و حدس و گمان میزنند که سال 2021 یک نمونه از سال 2009 و مثلا بیت کوین است چه جوری که در حال حاضر این قدری ای که سازمان های زیاد شخص های زیاد وارد بیت کوین شدن و مشن هر روزه با پول های بیلیونی و در حال حاضر خبرهای قانونگذاری از سمت دولت آمریکا و همچنین معاملات بیت کوین معاملات بیت کوین و استخراج بیت کوین از سمت دولت چین درسته بازار رو در ریزیش و بعد از این گمان است که بازار میتونه رشد کنه دوباره دوباره که رشد کنه ولی این بار متفاوت تر رشد کنه یعنی بجوره رشد خواهد کرد و بعد اینجی البته ایران باز ویلی وو ویلی ووی که دیروز این ویدیو تا جای ادامه ای این ویدیوی دیروزی هست که من برای شما درباره بازار صحبت کردم حالا بعضتان میتونین بیاین در کامین یا بعضتان میتن... یا می مینویسین که فاد و فاجعه فرض مثال زیر کامنت ها برای من مینویسین شما خب من همیشه گفتم که من خبرها رو برای شما به نشر خوب بعد منفی هست هر چیزی هسته روبرت کیوساکی گفتن که بیت کوین میتونه فرض مثال نقطه بعدیش 24000 دلار باشه و همو ویلیو هم تقریبا ایره تا جایی تایید کرده البته آل بزار من برشون بیشتر صحبت میکنم که بیت کوین میتونه ریزش کنه سقوط کنه تا 20000 هزار دلار و یا حتی تا هزار دلار یعنی بیت کوین در حال حاضر بیت کوین نزولی هستن بس دقیقا کفش هم معلوم نیست که تا چقدر بیت کوین ریزش خواهد کرد و ویلیو یک تحلیلگر چین انالیز جایی که تقریبا همه داد و های که روی شبکه بیت کوین صورت میگیره را برای مردم به اشتراک میمانه و را هر کسی میتونه اگر یعنی علمش داشته باشه میتونه انجام بده و بعد آیا ما در بیر مارکت در بازار خرسی هستیم در حال حاضر تا جایی که ما از بازار برداشت منم و دیگرا هم میگه اینکه ما اگر بازار ریزش کرده به خاطر خبرهای منفی هستم آیا ما در بازار خرسی هستیم اینجی ویلیوو گفته وقتی ما اگر فرض مثال میخوایم بدانیم که در بازار خرسی هستیم باید روی مثلا چنین چیزهایی فکر کنیم در مثلا در بازار خرسی در بازار خرسی اصلاً حمایت بیشتر نداره بیت کوین یعنی کسانی اصلا جدید کسان جدید علاقه خرید نداره هیچ کس وارد سرمایه گذاری بیت کوین نمیشه که ما برعکسش داریم و بیت کوین هر روزه در حال بیت کوین سالم و در حال رشد است و هر روز کاربران جدید وارد شبکه بیت کوین میشه خب این نشد پس بازار خرسی پس ما در بازار خرسی نیستیم اینکه بازار ریزش کده خبرهای منفی هستن فات هستن ترس در بازار هستن دیگه و همچنین اینجی که خران میارهایش همه چیش برای ما دقیقا اون چیزایی را که ما بالش هستیم برای ما نشان میدیم دیگه من هم همیشه وقت برای شما گفتم که من در کانال یوتیوب وظیفه این مثل که من برای شما خبرها را بیشتراک بمانم یه امیدوار هستم که ویدیو برای شما جالب بوده باشه نظر شما درباره از خبرها چی هستم شما چه فکر مارین؟ ما در چی بازار هستیم؟ حالا تحلیل های مختلف وجود داره اینکه بیت کوین میدونه تا هزار دلار به هم وضعی میگه نه بیت کوین مره پس قیمتش بالا حالا بیت کوین میتونه در یک مدت کوتاه بخصوص خصوص ماه جون و جولای در همین حالت پراکندگی باشه بین 20 سی چهل هزار دلار تریچن چنان دقیقا معلوم نیست که مثلا 29 24 35 30 حالا خودتانم شاهد هستیم که بیت کوین واقعا در یک حالت پراکندگی هست دیگه و ما و شما باید آماده یک ریزیشی بزرگ باشیم ریزیشی که بیت کوین تا 19 24 هزار دلار آیه پایین بعد ما شما چی عکس عمل نشان میدیم چی کار کنیم و عکس عمل شخصی خود ما چی هستم من برای شما دقیقاً نمیتونم بگم چی کار کنید. من اینکه اصلا علاقه فروش ندارم ما اگر در 55 هزار دلار بیت کوین بود اگر های من نفرختم حالا هرگز نمفروشم میمانم هر قدر ریزیش کرد اینکه پولهایی را که دارم پله به پله بیشتر وارد منم چه ارزهای هایی را در ویدیو دیروز هم گفتم چه ارس هایی را بیشتر خریدم ایتریوم کاردانا آلکون های بلند مدتی که دارم پوکادود چین لینک یونی سواب بعدش وی چین پولیگان این ارزهایی هایی هسته که من در همین ریزش حال حاضر بیشتر خریدم هیچ برنامه فروش ندارم و هیچ هم نگران نیستم دیگه هر نظری داری دارین در کامنت برای ما بنویسین خوشحال میشم تحسین منم ویدیو رو لایک کنین برای ما حمایت بیشتر میشه برای ما بیشتر کمک منه و همچنین دیگه اینکه ویدیو هارم کسانی بیشتر بیتنه ببینه و ما هم بفهم که ویدیو های ما برای شما بالاخره کمک منه